به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، یک بار دیگر در حضور شما عزیزان قرار دارم و با سلام و ابراز تمنیات قلبی، نگاه روز سه‌شنبه 29 اسد سال 1398 هجری خورشیدی برابر با 20 ماه آگست سال 2019 میلادی را پیشکش حضورتان میکنم و طبق معمول در آغاز بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان یا افغانستان دنلاید مطبوعات و پهنداره که تقدیم می شود، که شامل تبصره ها از پولیتیکو، نیویورک تایمز، واشنگتن اگزامینر و همچنان در بخش روزنامه ها و جراید داخلی بخش از تبصره های دنیا، هشت صبح و ویسا را برای شما انتخاب نموده ایم. نشر پولیتیکو با قلم ویسلی مورگان در یک تبصره مبسوط در مورد آخرین اعلامیه و اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می نویسد: اظهارات و اعلامیه های دونالد ترامپ مبنی بر این که می خواهد از افغانستان خارج شود، مانع اصلی تلاش های دولتش برای پایان دادن به جنگ ایالات متحده در افغانستان است. پولیتیکو اضافه می کند ترامپ بارها تاکید نموده است که او میخواهد تمام نیروهای آمریکایی را از جنگ 18 ساله افغانستان بیرون کند، موضوعی که او به روز جمعه پس از ملاقات و گزارش دهی مشاورانش با وی درباره وضعیت مذاکرات صلح با طالبان دوباره مطرح کرد. اما به گفته چندین مقام فعلی و سابق آمریکایی که از نزدیک در جریان این مباحث و مشوره ها قرار دارند، اظهارات عمومی و درز سخنان پشت پرده ترامپ درباره افغانستان و جنگ ایالات متحده در این کشور، موضع و جایگاه مذاکره کنندگان آمریکایی را در میز مذاکره با طالبان تضعیف کرده است. ترامپ پیوسته با اظهارات و اقداماتش به طالبان نشان می‌دهد که او به شدت خواهان یک معامله و توافق می‌باشد. پولیتیکو اعلام می‌کند زلمه خلیلزاد، مذاکره کننده ارشد ترامپ، برای نهمین دور گفتگوها با طالبان را آغاز خواهد کرد. خلیلزاد به دنبال توافق است که بتواند منجر به بازگرداندن 13,000 سرباز آمریکایی مستقر در افغانستان به خانه شود. در این حال کریستوفر کولندو، دگروال متقاعد اردو و کهنه سرباز جنگ افغانستان که به طور غیر رسمی با نمایندگان طالبان در ارتباط بودن، میگوید که بیتابی ترامپ برای خروج عملا خلیلزاد را مجبور کرده است تا از موضع پایین مذاکره کند و طالبان را انگیزه دهد که تعلل کنند و تقاضاهای سختری داشته باشند تا ببینند که آیا میتوانند آنچه را که میخواهند مفت و مجانی به دست آورند یا نه. به عنوان مثال، درست چند هفته پس از آن که در ماه دسامبر سال گذشته خلیلزاد با عنوان فرستاده دولت ترامپ برای مصالحه افغانستان انتخاب شد، ترامپ با دستور خروج فوری نیمه از سربازان آمریکایی از افغانستان مشاورانش را غافلگیر کرد، دستوری که بعدا ترامپ آن را پس گرفت. پولیتیکو در بخش دیگری از مقاله مبسوط خود می نویسد یک از مقامات پیشین وزارت دفاع آمریکا که در آن زمان روی مسائل افغانستان کار میکرد، میگوید تو کسی را به عنوان مذاکره کننده ارشد خود انتخاب میکنی و صلاحیت میدهی که این جلسات را برگزار کند، اما شش هفته بعد جار میزنی که در بدل هیچ چیز نیمی از آن چرا که طرف مقابلت میخواهد تقدیمش میکنی. یک مقام نظامی فعلی که اخیراً ماموریتش را در کابل به پایان رسانده، با اشاره به اظهارات ترامپ شش هفته بعد از شروع ماموریت خلیلزاد میگوید از این بدتر نمیشد، به شدت مضر واقع شد. ما کارمان را دوچند کردیم، زیرا طالبان فکر کردند شما که به هر حال رفتنی هستید چرا باید مذاکره کنیم. این دو مقام و شش نفر دیگر که برای این گزارش مصاحبه شدند، به شرط پنهان ماندن هویتشان با پولیتیکو صحبت کردند، زیرا اجازه نداشتند در مورد بحث و مشوره های داخلی در مورد روند صلح یا برنامه خروج نیروها صحبت کنند.
خلیزاد روز جمعه به ترامپ در مورد پیشرفت مذاکرات گزارش داد. مایک پنس، معاون ترامپ، مایک پامپیو، وزیر امور خارجه، مارک سپر، وزیر داخله، جنرال جوزف دانفورد، رئیس ارکان مشترک قوای مسلح جان بولتون، مشاور امنیت ملی و جینا هاسپل، رئیس سازمان CIA نیز در این نشست که پشت دروازه های بسته در گلف کلاب ترامپ در بدمنستر واقع نیوجرسی برگزار شد حضور داشتند. هوگان گیدلی سخنگوی قصر سفید در بیانیه‌ای گفت بحث‌ها روی مذاکرات جاری ما و توافق احتمالی با طالبان و حکومت افغانستان متمرکز بود. جلسه بسیار پیش از آنچه که ما فکر می‌کردیم به پایان رسید و بسیار خوب پیش رفت و مذاکرات ادامه دارد. مایک پامپیو در بیانیه جداگانه اضافه نمود که ما به دستیابی به یک توافق صلح جامع از جمله کاهش خشونت و آتش بس، اطمینان از تبدیل نشدن دوباره خاک افغانستان به بستر تهدید علیه امریکا و متحدانش و یک پارچه کردن افغانها برای کار در راستای صلح همچنان متحد هستیم. پولیتیکو می افزاید دو سال پیش در همین استراحتگاه نیوجرسی ترامپ بود که تیم امنیت ملی وی را متقاعد کردند تا اعزام نیروهای اضافی و تشدید حملات هوایی را به امید مجبور کردن طالبان به مذاکره تایید کند. ترامپ در سخنرانیش در آگست سال 2017 برای اعلام این تصمیم گفت غریزه اصلی من حکم میکند خارج شویم و به لحاظ تاریخی من دوست دارم از غرایزم پیروی کنم. وضعیت کنونی تنش دیرینه بین ترامپ و دستگاه امنیت ملی امریکا بر سر افغانستان را نشان میدهد. بیش از دو سال است که مقر اردوی امریکا در کابل با استراب و نگرانی منتظر توییت، اعلامیه یا دستور از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهور برای توقف استراتژی 2017 هستند. استراتژی که ایالات متحده هدف آن را مجبور کردن طالبان به مذاکره خوانده بود. بزرگترین نگرانی و ترس زمانی به وجود آمد که ترامپ در دسامبر سال 2018 دستور خروج نیروهای نظامی امریکا از سوریه را صادر کرد که حتی باعث استعفای جیمز متیس وزیر دفاع وقت آن کشور شد. ترامپ همچنان اعلام نمود که می‌خواهد نیمی از سربازان امریکایی را از افغانستان خارج کند. یک مقام پیشین وزارت دفاع درباره تصمیم دونالد ترامپ می‌گوید رئیس جمهور گفته است که بیایید انجامش دهیم، ولی کسی برای آن آماده نبود. این تصمیم همه را گیج کرده بود. وزارت دفاع و وزارت خارجه هر دو در سردرگمی به سر می برند. وزارت خارجه از وزارت دفاع می پرسید که کاهش نیرو دیگر چیست و ما پاسخی نداشتیم. ترامپ علناً ماندن در افغانستان را زیر سوال برده است. او اوایل ماه جنوری در جریان سخنرانیش در جلسه کابینه که از تلویزیون هم پخش می شد گفت چرا ما در جایی هستیم که 6000 مایل از ما فاصله دارد. به گفته یک مقام سابق وزارت دفاع، جنجال در کانگریس بر سر سوریه و استعفای متس همراه با درخواستهای شخصی رهبران سنا از ترامپ برای تجدید نظر مؤثر واقع شد. او می گوید لنسی گراهام نقش کلیدی و میچ مکانل نقش چشمگیر در متقاعد کردن ترامپ داشتند. از تبصره مبسوط نشر پولیتیکو که بگذاریم، میرسیم به تبصره از روزنامه نیویورک تایمز. روزنامه پرتیراژ نیویورک تایمز در شماره اخیرش مقاله را درباره خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز این موضوع مباحث را در امریکا برانگیخته است. نویسنده در آغاز مقاله میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا به روز جمعه با مقامات امنیت ملی خود در مورد برنامه خروج سربازان امریکایی از افغانستان که نزدیک به نهایی شدن است گفتگو کرد. این دیدگاه بحث‌های سیاسی را در امریکا برانگیخته و شاید هم موضوعی باشد برای کمپاین رئیس جمهور دونالد ترامپ برای انتخاب دوباره او در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی امریکا. نویسنده مقاله می افزاید دونالد ترامپ
و مشاوران او در نیوجرسی امریکا گرد هم آمده بودند. آنها مسوده موافقتنامه را ارزیابی کردند که در نتیجه مذاکرات چندین ماهه زلمه خلیلزاد نماینده و ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر به دست آمده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، در میان مقام هایی که رئیس جمهور ترامپ با آن مشوره کرد، مایک پنس معاون رئیس جمهور، مایک پامپیو وزیر خارجه، جان بولتون مشاور امنیت ملی، مارک اسپر وزیر دفاع و جنرال جوزف دانفورد رئیس ارکان مشترک نیروهای مسلح امریکا شاملند. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور ترامپ از دیر زمان منتقد حضور طولانی نیروهای کشورش در افغانستان است. نیویورک تایمز می نویسد این نیروها در افغانستان بر ضد مداخله افرادگرایان از خارج مبارزه کرده و از لحاظ مالی برای امریکا بسیار پرمصرفند. بقیده نویسنده مقاله تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد خروج نیروها از افغانستان و آغاز بیرون رفتن این قوا پیش از برگزاری انتخابات سال 2020 میلادی امریکا سوالاتی را به میان می آورد که آیا این اقدام عقب نشینی پیش از وقت پنداشته می شود و یا یک اقدام مهم به سوی صلح. در مقاله روزنامه نیویورک تایمز از قول آنانی که از متن توافقنامه آگاهند آمده که این توافق زمینه تدریجی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را فراهم می کند. احتمالاً در گام نخست در ظرف حدود 2 سال 5000 نظامی آمریکایی افغانستان را ترک خواهند نمود. طالبان در بدل آن رابط خود با تروریسم بین‌المللی را قطع می کنند و وعده می دهند که به جنگجویان گروه های مانند القاعده و داعش در افغانستان پناه نمی دهند و با آنها همکاری نمی کنند. در این حال یک نشریه دیگر آمریکایی به نام واشنگتن اگزامینر، نشریه هفتوار واشنگتن اگزامینر هم مقاله را درباره دیدار اخیر رئیس جمهور ایالات متحده با مشاوران ارشد امنیت ملی او در مورد مذاکرات با طالبان به نشر رسانده است. در این مقاله به نوشته روزنامه وال استریت جورنال اشاره شده که گفته است زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا که رهبری گفتگو با نمایندگان طالبان را به عهده دارد قرار است در چند روز آینده برای مشوره روی توافقنامه که با طالبان قرار است امضا شود عازم دوحه پایتخت قطر شود. در مقاله آمده است که با وجود 8 بار گفتگو میان نمایندگان طالبان و خلیلزاد مذاکره کننده آمریکایی هنوز هم اختلافات عمده لاینحل باقی مانده است. از بخش روزنامه ها و جراید خارجی که بگذاریم میرسیم به تبصره های از روزنامه های امروز چاپ کابل که اکثرا در مورد تجلیل 100 سالگرد استقلال افغانستان و تهدیدهای امنیتی اخیر مطالبی را منتشر کردند. از جمله روزنامه دنیا نوشته است 100 سالگرد استقلال افغانستان با خون تجلیل شد. در سرمقاله آمده است هرچند حکومت افغانستان برای برگزاری این جشن 384 میلیون افغانی اختصاص داد، اما دشمن مردم اجازه نداد که مردم افغانستان این روز را به خوشی تجلیل کند. سرمقاله نویس می نویسد که انفجارات پی در پی روز گذشته در ولایت ننگرهار افغانستان که ده ها تن در آن زخمی و کشته شدند نشان می دهد که خوشی افغانها برای دشمنان قابل تحمل نیست. در سرمقاله همچنان گفته شده که هرچند نیروهای امنیتی از تدابیر شدید امنیتی خبر دادند، اما باز هم رویدادهای اخیر به مردم آسیب رساند. روزنامه 8 صبح نیز با اشاره به حمله انتحاری اخیر به مراسم عروسی در غرب کابل نوشته که عروسی که به خون مبدل شد. سرمقاله نویس پیشنهاد میکند که در چنین شرایط امنیتی کنونی باید ارگان‌های کشفی و امنیتی برای جلوگیری از چنین رویدادها بیشتر توجه کنند تا چنین حوادث رخ ندهد. در سرمقاله همچنان آمده که لغو برگزاری جشن استقلال و تجدید تعهد حکومت مبنی بر مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله داعش در عکس‌العمل به حمله اخیر اقدام ستودنی می باشد، اما به هیچ وجه بسنده نیست و سران حکومت باید در این مورد بررسی جدی کنند و آن در مقامات امنیتی را که غفلت کردند مجازات نمایند. 8 صبح با گذاشتن عکس از قاسم، پسرکی که
در آن شب یلدایی کشته شد می نویسد. حتما چهره این کودک برای شما آشناست، کودکی که روایت دردناک از او تنها یک روز پس از حمله انتحاری به یک مراسم عروسی در کابل هزاران بار دست به دست شد. اما می دانید واقعیت داستان چیست؟ این روایت در ابتدا به شکل یک داستان و به نقل از یک پدر نوشته شد، پدری که بر اساس این روایت قصه چگونگی قربانی شدن پسرش را می نویسد، پدری که فرزندش در آغوشش بود و در حمله انتحاری بیهوش می شود، سپس در شفاخانه متوجه می شود که دست پسرش هنوز داخل جیبش است، در حالی که در اثر حمله انتحاری قطع شده است. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، نمایش یا دیدن این عکس واقعا دردانگیز و حالتی را به نمایش میگذارد که مردم افغانستان بیش از 3 دهه است که با آن مواجه هستند. از تبصره های روزنامه 8 صبح که بگذاریم، میرسیم به تبصره از روزنامه ویسا. روزنامه ویسا با اشاره به سخنان روز گذشته اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نوشته که گروه دولت اسلامی یا داعش یک گروه فکری نیست، بلکه گروه استخباراتی است. سرمقاله نویس می نویسد که غنی روز گذشته این گروه مسلح را چنان وانمود کرد که گویا آنها در کشور بستر فکری دارند. اما به باور سرمقاله نویس این گروه در کشور بستر فکری ندارد و به صورت طبیعی چنین گروه ها در افغانستان جا ندارند. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، این بود بخش از تبصره های روزنامه های خارجی و داخلی که خدمت شما تقدیم شد و حالا می پردازیم به صحبت برنامه امروز. صحبت برنامه امروز البته در مورد سیاست دوگانه ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان است. 18 سال پیش ایالات متحده امریکا و متحدان اروپایی آن با چه مأموریت حکومت طالبان را سرنگون کردند. عملیات بلند آزادی که در اکتبر سال 2001 میلادی با حملات به افغان‌های آمریکایی آغاز شد، آیا تنها مأموریت آن جلوگیری از حملاتی چون حمله 11 سپتامبر و سقوط القاعده را دنبال می‌کرد، یا مأموریت‌های غیر جنگی نیز بخشی از برنامه تغییر در افغانستان بود؟ طالبان تنها 1 ماه پس از حمله آمریکا به افغانستان سرنگون شدند و گروه‌های تروریستی چون القاعده پناهگاه‌های خود در این کشور را از دست دادند. آمریکا و همپیمانان او 18 سال دیگر در افغانستان ماندند، حضوری که پس از سال 2014 میلادی پشت صحنه بود، حضوری که پس از سال 2001 و همچنان سال 2002 با اشتباهات مشترک دولت افغانستان و پشتیبانان خارجیش منجر به تقویت طالبان برای بار دوم شد. در این 18 سال 3 رئیس جمهور ایالات متحده نتوانستند جنگ افغانستان را پایان بخشند. در میان اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور خبرساز، متلون مزاج و غیر مسلکی ایالات متحده، تصمیم گرفت تا میراث این جنگ به رئیس جمهور بعدی بجا نماند، زیرا به زعم او رئیس جمهور هم در آینده، همچنانی که آقای غنی فکر میکند، او رئیس جمهور آینده امریکا خواهد بود. ترامپ جمهوری خواه قصد رقابت مجدد برای رئیس جمهوری این کشور را با ثبت مدارک لازم در کمیسیون فدرال انتخابات اعلام کرد و تصمیم برنده شدن را در سر می پروراند. مبارزات انتخاباتی ترامپ برای این دوره از انتخابات از 18 فوریه در فلوریدا آغاز شده و او همکنون در وضعیت کمپین یا مبارزات انتخاباتی به سر می برد. بیتابی و بیتاقتی ترامپ برای دستیابی به صلح در افغانستان از این جهت است که او پایان جنگ در افغانستان را می خواهد به برنامه تبلیغاتی خود بیافزاید، همچنان که طی ماه‌های اخیر آقای غنی
این کار را در افغانستان انجام می دهد. ترامپ می خواهد به مردم امریکا نشان بدهد که مصارف این کشور را در یک جنگ غیر ضروری کاهش داده و به 18 سال حضور سربازان و مشاوران امریکایی در افغانستان نقطه پایان گذاشته است. ترامپ همچنان می خواهد از خود یک چهره صلح‌جو نمایش دهد، چهره‌ای که گاهی از کشتن 150 نفر در تلافی سقوط تیاره بی پیلوت امریکایی در ایران جلوگیری می کند و گاهی نمی خواهد پلیس شرق میانه باشد و اگر دلسوزی در کار نباشد می تواند افغانستان را از نقشه جهان محو نابود کند. به این ترتیب ترامپ قصد دارد که به وعده های داده شده مبنی بر پایان جنگ در افغانستان عمل نماید. او بسیار بیتاب و بیتاقت است. خلیلزاد نماینده ترامپ در امور صلح افغانستان که از سپتامبر سال گذشته ماموریت خود برای دستیابی به صلح در افغانستان را آغاز نموده تا حال 8 بار به منطقه سفر کرده است. سفرهای فشرده خلیلزاد عجله واشنگتن برای پیدا کردن یک رای حل تقریبا غیر مناسب فقط برای پایان جنگ افغانستان را آشکار ساخته است. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، در رابطه با این گزارش یک ویدیو کلیپ آماده کردیم که با هم می رویم و این گزارش ویدیویی را مشاهده می کنیم. پس از دقایق برمی گردیم. وزیر خارجه آمریکا می گوید خروج نیروها از افغانستان بر اساس وضعیت منطقه انجام خواهد شد. مایک پامپیو در گفتگو با فاکس نیوز می گوید که رئیس جمهور آمریکا به خروج و یا کاهش نیروها از افغانستان متعهد است، اما این راهکار در تبانی با شرایط امنیتی در افغانستان عملی خواهد شد. رئیس جمهور دو هدف را در افغانستان دنبال می کند. نخواست حفظ همه آنچه برای ما ده‌ها میلیارد دلار را در افغانستان هزینه کرده و هزاران سرباز خود را از دست دادیم تا خطر علیه امریکا را کاهش دهیم. اما در این حال همه تلاش ما کاهش تهدیدهایی است تا از افغانستان علیه امریکا حمله دوباره صورت نگیرد. این دو هدف است که وزارت خارجه و دفاع امریکا یک جا با هم در ارتباط با آن کار میکنند. اما هر کاهش در شمار سربازان ما از افغانستان بستگی به شرایط در این کشور خواهد داشت و به همین گونه حفظ این دو هدف است. پامپیو همچنین تاکید میکند که کشورش در مبارزه بر ضد داعش و القاعده تعهد جدی دارد و این گروه ها را در هر نقطه از جهان نابود خواهد کرد. او این گروه ها را تهدید برای امنیت همه جهان خوانده است. چنانچه رئیس جمهور ترامپ همواره تاکید کرده گروه داعش در هر منطقه وجود داشته باشد نابود خواهد شد. ما از هر وسیله کار خواهیم گرفت تا این گروه را نابود کنیم و مانع فعالیت این گروه شویم تا امنیت امریکا و مردم آن در حفظ باشد و این مبارزه در هر نقطه از جهان ادامه خواهد یافت. همزمان اینجا در کابل مشاوریت امنیت ملی هم گروه داعش را تهدید جدی برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان خوانده و خواهان شکلگیری یک اجماع منطقه‌ای علیه این گروه شده است. گروه داعش حامل ده‌ها حمله وحشتناک در برابر افراد ملکی در افغانستان بوده و یک تهدید جدی را به وجود آورده. این تهدید نه تنها افغانستان بلکه منطقه و جهان هم با خطر مواجه ساخته و ضرورت به یک اجماع ملی، منطقوی و جهانی دارد. دیشب رئیس جمهور غنی هم گفت که صلح یک ضرورت است، اما تامین آن باعث تغییر در پیمانها با همکاران بین المللی افغانستان نخواهد شد. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که برخلاف آغاز مذاکرات که به قید و شرط بود، صلح اما با قید و شرط است. او از نیروهای امنیتی و دفاعی نیز خواست داعش و سایر گروه‌های هراس‌افغان در هر جایی که قرار دارند را سرکوب کنند. اسوی رویا رحمانی سفیر افغانستان در امریکا میگوید که ایالات متحده و دولت افغانستان روی مسئله خروج و یا کاهش نیروها از افغانستان غور میکنند تا ببینند به چه تعداد نیروهای نظامی خارجی برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان نیاز است. خانم رحمانی همچنین تاکید میکند که در ارتباط به گفتگوهای صلح و پیشرفتها در این روند میان امریکا و دولت افغانستان همگرایی وجود دارد. جنگ که امروز در افغانستان جریان دارد یک جنگ جهانی است. این تنها مسئولیت افغانستان نیست. چنانچه در 18 سال گذشته ما به اینجا رسیدیم. برای رفتن به آینده مرفع نیز به همکاری همدیگر نیاز داریم. خروج نیروها از افغانستان به گونه مسئولانه خواهد بود. تنها همین روش می تواند منافع افغانستان و امریکا و متحدینش را تامین کند.
اسوی نماینده ویژه نروژ برای افغانستان در دیدار با رئیس اجرایی از آمادگی کشورش برای میزبانی از مذاکرات بین افغانی سخن گفته است. آقای عبدالله همچنین با فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان نیز دیدار کرده. در این نشست دو طرف درباره آخرین تحولات امنیتی، مذاکرات صلح و آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بحث کردند. با باور ما، بی‌تابی کودکانه دونالد ترامپ دو پیامد بزرگ به همراه دارد. نخستین پیامد آن بالا رفتن انتظارات طالبان است. طالبان به خوبی از شتاب امریکایی ها آگاهی دارند. طالبان تلاش میکنند که مذاکرات صلح طولانی تر شود. آنها گمان میکنند که نزدیک شدن به انتخابات سال 2020 امریکا را بیش از پیش مجبور خواهد کرد که به خواسته های این گروه تن داده شود. طالبان با این توصیف از همین حالا خود را برنده جنگ افغانستان عنوان می دهند. پیامد دیگر این شتاب توافقنامه است که به احتمال زیاد بخش بزرگ فعالیت های ناشی از ماموریت غیر جنگی جهان برای افغانستان را تحت شعاع قرار می دهد. کشورهای مختلف جهان از جمله ایالات متحده طی 18 سال گذشته میلیون ها دلار را خرج ماموریت های غیر جنگی کردند. در سالهای نخست پس از سقوط طالبان انکشاف و توسعه در افغانستان شدت گرفت و نیروی مطلقاً از بین رفته نظامی با خرج مصرف میلیاردها دلار جان نسبی دوباره گرفت. تا جایی که پس از سال 2014 میلادی ماموریت دفاع از این ارزش‌ها و همچنان تمامیت ارضی افغانستان را بیش از گذشته و این بار به تنهایی به عهده گرفت. این ارزش‌ها به قیمت جان باختن صدها هزار تن در افغانستان به دست آمد. تنها به گفته اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان 45,000 سرباز در مدت یک سال و در دوران ماموریت حکومت وحدت ملی افغانستان جان باختند. ما فکر میکنم این در مدت 5 سال باشد. من شاید اشتباه کرده باشم. ده ها هزار غیر نظامی نیز در جنگ افغانستان جانهای خود را از دست دادند و به این ترتیب نبرد 18 ساله افغانستان که بخشی از آن ماموریت غیر جنگی و برای نهادینه ساختن ارزش های حقوق بشری و دموکراسی بود، هزاران خانواده در این کشور را داغدار ساخت. در ایالات متحده آمریکا بحث میان جمهوری خواهان و دموکرات ها بر سر چگونگی خروج افغانستان و دسترسی به صلح در روزهای اخیر بالا گرفته است. دموکرات ها می گویند که خروج پرشتاب دستاوردهای 18 سال گذشته را از بین خواهد برد. برخی دموکرات ها معتقد هستند که ترامپ در کشاندن ایران به میز مذاکره و گفتگو با کوریای شمالی در مورد پایان بخشیدن به تولیدات تسلیحات هسته‌ای به شکست روبرو شده و تلاش میکند که تمرکز بر مسئله صلح در افغانستان را افزایش دهد و با شتاب شکستهایش در دیپلماسی با ایران و کوریای شمالی را جبران کند. او باید دستاوردهایش را با مردم امریکا در میان بگذارد. به نظر میرسد که توافقنامه صلح میان طالبان و امریکا بیش از آن که یک توافقنامه جامع برای پایان بخشیدن به 50 سال نبردهای مختلف و پیهم در این کشور باشد، به تقویم سیاسی این روزهای ایالات متحده امریکا بستگی دارد تا واقعیت‌های پیچیده و سیاسی در این کشور، آنچه در رسانه‌ها به عنوان هدف درشت مذاکرات طالبان و امریکا از آن یاد می‌شود، توافق امریکا و طالبان در عدم استفاده این کشور برای اهداف تروریستی است و بس. توافقی که طالبان با جان و دل می‌پذیرند، توافقی که نفع آن بیشتر متوجه ایالات متحده امریکا، کشورهای جهان و همسایه‌های افغانستان است. اما بندها و ماده های دیگر این توافقنامه همکنون برای مردم افغانستان اصلا روشن نیست. مردم افغانستان نگران آنند که این توافقنامه مبادا افغانستان و مردمش را دو دستی تقدیم افکار طالبانی و پاکستان کند. برای آنها هنوز این سوالات ناحل شده باقی مانده، از جمله این که آیا طالبان حاضر خواهند بود تا رسانه های افغانستان آزادانه به فعالیت های خود ادامه دهند؟ آیا طالبان به اقلیت های دینی و مذهبی ساکن در این کشور اجازه فعالیت های آزادانه خواهند داد؟ آیا آنان محدوده های برداشته شده از سر راه زنان را دوباره احیا خواهند کرد؟ و در نهایت این که این توافقنامه
ظرفیت جلوگیری از بازگشت افغانستان به دهه های 80 و 90 میلادی را خواهد داشت. هر نوع نادیده گرفتن ارزش های 18 ساله و توافقنامه ای که در آن دست طالبان را برای سلب آزادی های مردم باز بگذارد، آن را می توان عقب نشینی عمدی ترامپ برای پیروزی در انتخابات 2020 نامگذاری کرد. عقب نشینی که در آن مردم افغانستان قربانی اصلی خواهد بود. متاسفانه به این شب روز حالات و اوضاع در افغانستان و امریکا به این شکل پیش می رود. در ایالات متحده امریکا آقای ترامپ فقط به خاطر پیروزی خود در انتخابات سال 2020 کارها یا اعمال را انجام می دهد که هیچ کس با آن موافق نیست. و در افغانستان هم جناب رئیس جمهور ما آقای اشرف غنی به کارهای دست می آزند که فقط به نفع خودشان فکر می کنند که به نفع خودشان است. اما در دراز مدت هر دو رهبری که با هم گفتیم مردم آشتی ناپذیر هستند، اینها کارهایی را انجام می دهند که فقط منافع خودشان را شاید رقم بزند و بازنده اصلی یا قربانی اصلی بازم کی خواهد بود؟ مردم افغانستان. اما مردم امریکا چون در این کشور یک سیستم است و اصلا سیستم کار میکنه، موجودیت ترامپ یا عدم موجودیت ترامپ زیاد به سرنوشت مردم امریکا گره نخورده. اما در افغانستان ما اطمینان کامل داریم که آنچه که در تمام کشورهای جهان سومی به مشاهده میرسه، این رهبر هستند که خوشبختی و آرامی و رفاه و آسایش مردم خود را تضمین میکنند. اما متاسفانه در طول 13 سال حکومتداری آقای کرزی و 5 سال حکومتداری آقای اشرف غنی کمتر توجه به حال ملت و کمتر توجه به بدبختی ها و به بیچارگی های مردم افغانستان شده. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، این بود تبصره امروز ما. میریم به سراغ تلفن های شما دوستان و عزیزان. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. سلام علیکم. من برای شما سلام احترام تقدیم میکنم بیننده گرامی، بفرمایید. مسکنه حسین بسیار زیاد دو بخشید، بازگشت شما را خیر مردم میگم. زنده باشین، تشکر. برای بیننده گرامی سلام و عدد تقدیم میکنم. مهربان هستین، خواهش میکنم. مسکنه حسین، من با اکثر ایمی روزنامه که شما خواندین، من خب اصلا نظر مخالف دارم، بخاطر از اینکه کلی کارهایی که امریکا میکنه یا CIA میکنه یا پنتاگون میکنه کلی زیاد برنامه‌ریزی شده و بسیار دقیق است. کاملا. بخاطر از اینکه دیگه و بودن امریکا در افغانستان ترس نمیتونه، نه پلوتونیوم داریم، نه اورانیوم داریم، نه از آهن مواد خامی که در امریکا تا الان متعینش برده دیگه تیاره را پر نمیتونه. دیگه اگر تیاره را پر کنه، تیاره های بسیار کوچک پر میکنه، به خاطر از این دیگه ترس نمیتونه برشان. یک از این مسکنیت شما ببینید که همزمان دو سال پیش شما که برنامه داشتین دایشتازی در افغانستان شروع شد، 60,000 میل طلای امریکایی گم شده که او را در کجا انبار کردن، حالی برای دایش میخوان او را بتن، او را خدا میفهمه. در یک ماه آخر شما ببینید که چی تبلیغات هایی که از طرف دولت افغانستان شورای امنیت میشه برای دایش، که دایش یک تهدید است. اگر امیر دو ماه پیش شما میرفتین شخصا از امیر دوستی نتوسان و سمیمی تان آقای اشرف غنی اگر میپرسیدین که آیا دایش برای افغانستان یک تهدید است و نیست، میگوید بالقسم تهدید نیست. از آمریکا اگر میپرسیدین که دایش یک تهدید هست یا نیست، میگفت اصلا دایش تهدید نمیذاره. بله، بارها گفتن که بله. خب اینا فکر کنم من میگم دروغ و حافظه نبره، اینا دروغ میگم، ولی خب دروغ از واقعا به یک ملتی میگن که اصلا آگاهی سیاسی و بلوغ فکریش اصلا کم است. خب اینا باید حق هم میتون براشون که دروغ میگم. خب فکر بکنیم که خوبی دایش الان تا وقتی که طالبان میارن پای مذاکره، مسکنه هست دایش اینا با بلوغی نظامی و فکریش هم نرسانم، چی دولت افغانستان چی دولت امریکا. بعد از این ببینیم استنیارتت، اگر امریکا اگر دروغ نگه، اگر واقعا صادق باشه، ما رو میتونه که مثلا به همین گفتگوی چیز به همین گفتگوی قطر یا به هم تمام کشورهای عربی زیر سلطه یزدیاست، پاکستان زیر سلطه یزدیاست، حتی به خاطر کشمیر شورای امنیت وادار کردن که جلسه اضطراری گرفت. در کدام مردم فلسطینه که از خانهایشان بیرون میکنه، آیا آمریکا اجازه میده که یک جلسه اضطراری بگیره به خاطر کشمیر؟ ببین که پاکستان بالاخره با دایشتاری را که در افغانستان میگه چی کنم که من ایجا برای جلسه اضطراری میگیرم. مسکنی هاست این کلش یک بازیست
خدا یکیست که اگر همین درخورایی که در خطر است اینا اگر در دولت افغانستان شریک شد و ما برای تیست اینا میتونم که منطقه اینا اولوسوالی ما فعلا در دوست طالب است یک تایی طالب ها در افغانستان سباش زمین نمیذاره میرن در صفی دایش اگه این کار نشد دیدیم مسکنه هست در این تاریخ ما شما یک امکان داره هر چیز امکان داره یک تش نمیاد تا سول خلوص هم طرف دایش میره این امریکا میخواد بله بله طالب خواست که پرچم تا تغییر بودی ولی طالب پرچم تا تغییر نبود ولی امیدی که در دفتر قطر هستن یا رو حکومت برای شد طالب خود به خود پرچمش تغییر میکنه پرچم سیار رو بالا میکنه مسکنی هستن هر چیز امکان داره هر چیز امکان داره هر چیز امکان داره بله تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. سلام آقای مسکنیار خوب شد که پس در روی تلویزیون آمدید. مهربان هستید. زنده باشین. من برای شما سلام میترم تقدیم میکنم بفرمایید. تشکر زنده باشین. من میگم که اول امیدمو ملکی که شب و روز آتش میسوزه. برای چی مردم آروسی بگیره؟ کل مردم قتل کنه؟ گپتان درست است بله. آروسی و ایتو چیزا ولی در اینجا کس نمیتونه گرفته آلو تو آروسی بگیم کل مردم قتل کن یک مولا رو میخواستن نکام میکنم پایسگکتان رو گرفته یک طرف میرفتن ترکیه اندوستان اینجا یکی خود امی رئیس جمهور ما دکه رئیس جمهور افغانستان تو برای چی قم و جلل تو جشن بگیری جشن بگیری از امان الله خانه او غریبا کم بختا گشنگی میمره او خود سرپناه ندارن دگه ندارن امور یه ختم قرآن شریف میکردی کل مردم خوش بکش پیسا رو نتو مصرف کنی میشون بیار برد تا اینجا در بچه های در اولادای در بانک پرتو اونجا مردم قتل کردی چرا؟ هیچ یکان دفعه به خدا آقای مسکنیر من مریض هم هستم بسیار اما که میبینیم که بیخی همی عقل و همی کل چیز رفته دگه مردم هم نمیخیزه نمیکنه چرا در مارسی مردم بره و بچه اگر که دیدم به خدا مرا گریه گرفت ببخشید زحمت دادم میخوشم بسیار چیکرد ما مریض هستم از هیچ نمیمانه شفای عاجل میخواییم براتان شفای عاجل میخواییم امی چیزا را ببینم به خدا سپردیم زنده باشیم تشکر زنده باشیم در افغانستان هر چیز قبل از وقوع یک حادثه سنجیده نمیشه برای جلوگیری از این حوادث همیشه بعد از او میشه تازه حکومت ایران کرده که تا وقتی که امنیت در افغانستان نبیه لطفا محافل عروسی بزرگ در سالن‌ها برگزار نکنیم ای کاش قبلا این کار میشد و امیدوار هستم که به شمول انتخابات باید مسئله امنیت در اولویت قرار داشته باشه و آقای غنی فقط به خاطری که 5 سال دیگر بر گرده های مردم افغانستان گفته مردم سواری بزنه اونا باید قدر عجله و شتاب کنه همچنان که آقای ترامپ در ایالات متحده امریکا میکنه مشکل دیگه ایست که من خود از نزدیک اوضاع را ناظرش هستم مشکل ایست که رئیس جمهور افغانستان اقدر دستش باز است هر کاری که دلش میخواید دل تنگش میخواید و انجام میده و هیچ یک مرجع نیست که مانع کارهای خلاف قانونی آدم شود ما تقریبا فکر میکنم 8 ماه یا 9 ماه پیش 86 مورد تخطی آقای غنی را از قانون اساسی افغانستان یادداشت کرده بودم که فکر میکنم این 86 مورد حالا شاید به 200 مورد رسیده باشه و من نمیخوام طرفداری از کدام جنای یا کدام گروه کنم همین لحظه ببینین اختلاف کاملا بین دو گروه یعنی 50-50% که قرار بود اینا افغانستان 50-50% رهبری کنند و راهنمایی کنند امروز اینقدر اختلاف بین عبدالله و اشرف غنی عمیق شده که آقای غنی مانع اشتراک آقای صلاح الدین ربانی در جلسات سالیانه ملل متحد شد و به عوض صلاح الدین ربانی بچه خوانده خود آقای حمدالله محب گویا میخواد به نیویورک بفرسته حمدالله محب که توسط ایالات متحده آمریکا یادم یعنی تقریبا غیر رسمی شناخته میشه چرا عملی که او در واشنگتن انجام داد سبب شد تا آمریکا بیشتر از حکومت غنی فاصله بگیره کارهایی که غنی میکنه یعنی سیاست ضد آمریکایی من نمیگم که حتما باید طرفدار آمریکا باشه چطور امکان دارم چنانه که آقای کرزای آمریکایی ها حاکم بر سرنوشت مردم افغانستان ساختن و به اساس یک سند بسیار معتبر که من از نزدیک دیدیم در به قدرت رساندن آقای غنی هم حکومت آمریکا
دست بالا داشت و نقش کلیدی داشت. هر دو رئیس جمهور افغانستان دست نشانده امریکا هستند و ایالات متحده امریکا فقط امروز بر مدت 4 ساعت پول مصارف اردوی ملی افغانستان را نتن یا نپردازن و مصارف حکومت افغانستان هم معاشات و اینا رو نپردازن. شما فکر میکنین که تا 24 ساعت آینده آقای غنی میتونه همچنان رئیس جمهور افغانستان باقی بمانه؟ یعنی کار سر دکتر نجیب الله هم شد، چون روسیه نظر به توافقی که با امریکا کرده بود از حمایت دکتر نجیب دست کشید و بالاخره منجر به سقوط دکتر نجیب شد و حوادث و سنستازی های بعدیش ما شما اطلاع داریم که به چه ترتیب در افغانستان تغییر آمد و همیشه متاسفانه در افغانستان این تغییرها تغییرهای مثبت نیستند، تغییرهای منفی هستند و من اطمینان دارم که این توافقنامه صلحی که با طالبا امضا میشه به هیچ وجه درد از دردهای مردم افغانستان، مشکل از مشکلات مردم افغانستان و نارامی ها و آوارگی های مردم افغانستان نمی کاهد. بر صورت دوستان ارجمند هموطنان گرامی، فکر میکنم که صحبت ما در همینجا باید به پایان برسه، چون نمیخوایم بیشتر در صحبت کنم، میخواستم شما ابراز نظر و ابراز عقیده کنین. اما از آن جایی که ما تقریبا بعد از 2 ماه برگشتیم، شاید تعداد زیاد از هموطنان ما هنوز هم فکر میکنن که من در سفر هستم. بران فعلا شما را به خدا میسپارم. انشاءالله روز پنجشنبه در برنامه از گپ گپ میخیزه باز هم مهمان خانه های شما خواهم بود. خداوند یار و یاور همه.